تلسم عجیب در چهار دوره اخیر سوپرکپ اروپا. به نام خداوند بخشاینده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به یکی از دیگر ویدیوهای چینل ورزش 5. با گزارش پایگاه خبری فوتبالی ریال مادرید و اینتراخت فرانکفورت امشب چهارشنبه از ساعت 11:30 در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند به مسافه هم میروند و بعد این ترتیب بازی فینال سوپرکپ اروپا را برگزار میکنند و باید دید که در این بازی چه اتفاقی رخ میدهد و در نهایت کدام تیم قهرمان میشود. در چهار دور اخیر بازی سوپرکپ اروپا یک تلسم عجیب وجود داشته است و آن هم این بوده که از چهار دور اخیر این بازی ها با وقت اضافه کشیده شده است. در واقع تکلیف قهرمان سوپرکپ اروپا در چهار دور اخیر در همان 90 دقیقه بازی مشخص نشده است و بازی به 120 دقیقه رفته و بعد این ترتیب بوده که قهرمان مشخص شده است. آخرین باری که بازی سوپرکپ اروپا به وقت اضافه کشیده نشده است مربوط به سال 2017 بود که ریال مادرید در همان 90 دقیقه منچستر یونایتد را با نتیجه 2-1 شکست داد. سازان در سال 2018 ریال مادرید و اتلتیکو مادرید راهی وقت‌های اضافه شدند که اتلتیکو مادرید با نتیجه 4-2 به پیروزی رسید. پس از آن در سال 2019 چلسی و لیورپول به تساوی 2-2 رسیدند و در ضربات پنالتی بود که لیورپول با درخشش آدریانو به قهرمانی رسید. در سال 2020 بایر مونیخ و سیویا در طول بازی به تساوی 1-1 رسیدند و در وقت‌های اضافه بایر مونیخ توسط خاوی مارتینز یک گل زد و قهرمان شد. سال گذشته هم چلسی و ویاریال راهی وقت‌های اضافه و ضربات پنالتی شدند که چلسی قهرمان آن شد. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.